علی افشاری تحلیلگر امور سیاسی از واشنگتن با ما همراه شد. آقای افشاری خیلی خوش اومدیم به برنامه. به نظر میاد هرچه به سالگرد اعتراضات سراسر نزدیک میشیم، به همون اندازه میزان فشار حکومت هم بر دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف افزایش پیدا میکنه. در روزهای اخیر مشاهده احضار، صدور احکام قضایی و انضباطی برای بسیاری از دانشجویان در دانشگاه مختلف بودیم. به نظر شما حکومت با این فشارها به دنبال چه است؟ بله، به نکته درستی اشاره کردید. پیام کوتاه مدت این اخراج‌ها، تعلیق‌ها، محرومیت‌های مختلف، حالا چه از امور آموزشی چه از امور رفاهی، این هستش که دانشجویان فعلی، فعالانی که حالا هنوز زیر تیغ برخورد نرفتن، اینها رو دچار ترس و هراس بکنن که در سال روز قتل حکومتی مهسا امینی یا در بازگشایی دانشگاه‌ها به سمت اعتراض و انتقاد نره. کابوس حکومت به خصوص نهاد ولایت فقیه و بازوهای اطلاعاتی و امنیتیش در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه این هستش که دوباره در مهر ماه سال 1402 دانشگاه و به خصوص جنبش دانشجویی بروز طوفانی داشته باشه مانند مهر ماه 1401. به هر حال این برخوردی که داره انجام میشه، این هدف کوتاه مدت است. هدف دراز مدت زمینگیر کردن دوباره جنبش دانشجویی، برقراری حاکمیت مناسبات مبتنی بر حاکمیت پادگانی هست و اون به هر حال خواب تعبیر نشدنی و آرزوی محال تسلیم و انقیاد دانشگاه و انتقام گیری از فعالان دانشجویی و اساتیدی که به مسئولیت انسانی و اخلاقی خودشون عمل کردن، به سنت روشنگری دانشگاه و آزادی‌های آکادمیک پایبند بودن. این هدف‌ها رو دنبال می‌کنن، ولی همونطور که در خبرها اشاره کردید، خب مقاومت هم جریان داره از سطح دانشجویان، از سطح اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، اساتید دانشگاه‌ها. این میزان همبستگی و انسجام تقریبا کم نظیر بوده و حکومت کار سختی رو داره. اگرچه به حال دولت رئیسی در بعد از ظهور جنبش انقلابی زن زندگی آزادی تا همین الان 22 استاد اخراج و تعلیق کرده، ولی به نظر میرسه که کار سختی برای قطعی و نهایی کردن اینها داره. حالا اگرچه دولت رئیسی، خود ابراهیم رئیسی حمایت کرده یا مدعی شده که اینها، این اساتیدی که اخراج شدن و حال دچار محرومیت های مختلف شدن، اقدام خلاف قانون انجام دادن، خب ادعای کاملا کذبی هست. قوانینی که جمهوری اسلامی در دانشگاه ها داره مثل قوانین ظالمانه هستن، اینها قانون بیقانونی هستن در اصل، اما همین قوانین و شیوه نامه ها را هم اینها اجرا نکردن. به درستی خانم آذر موحد از اساتید دانشکده هنرها و موسیقی، هنر نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران اعلام کردن که ایشون چندین ماهی که حقوقش رو قطع کردن و هیچ کدوم از موارد آیین‌نامه انضباطی اساتید هم رعایت نشده در موردشون. به هر حال این برخوردها یک بسته بزرگتری هست که کل فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی و اجتماعی منتقد و معترض، کسانی که همراهی کردن با جنبش انقلابی مهسا رو در بر گرفته، خب فعالان سابق دانشجویی از جمله آقای امین‌حسین بلالی، اینها رو هم باشون برخورد کردن. آقای بلالی بعد از سالیان گذشته بیشتر در حوزه‌های فرهنگی هنری فعال بوده و در حوزه کار حرفه‌ایش هم فناوری اطلاعات بوده، غیر مستقیم در عرصه سیاسی فعالیت داشته، منتها ایشون به حال کاراش همه شفاف علنی و مواردی بوده که در راستای دفاع از حقوق ملت و از حقوق خودش استفاده کرده و این بازارش ها همه نشانگر استیصال و ضعف نظام هست و به نوعی انتقامگیری از همه کسانی که اون خطوط قرمز تحمیلی نهاد ولایت فقیه و وزارت اطلاعات سپاه و مجموعه حاکمیت یک پارچه اصولگرانه بر نتاختن، در مقابلش مقاومت کردن، ایستادگی کردن. اینها فکر میکنن که اگر فشار رو بر روی فعالان شناخته شده سیاسی و مدنی زیاد بکنن، جنبش متوقف میشه. باز به یک معنا جمع‌بندی نهادهای اطلاعاتی حکومت این هستش که اگر دانشگاه رو زمین گیر بکنن، میتونن مهار بکنن اعتراض رو در سال روز. ولی به نظر من همه اینها دچار یک خطای محاسبه بزرگ است. حتی اگر بتونن، که من تردید دارم، به حال مهار کنن، کنترل کنن، نگذارن که برنامه‌های چشمگیری در سال روز قتل حکومتی مهسا امینی محقق بشه، اما
مسیر اعتراضات و تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران سمت و سوی انقلابی داره. انقلابی ویژگیش این هستش که پیش‌بینی ناپذیر غافلگیر کننده است. اونها موقعی که درست فکر میکنن همه نیروهای شناخته شده رو به نوعی کنترل کردن، اسیر کردن، مهار کردن، یهو مواجه میشن با یک ظهور طوفانی نیروهای ناشناخته که به خصوص از روش‌های جدید سازماندهی و استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی هم میتونن استفاده بکنن، اونها رو زمینگیر میکنن. همه حکومت‌های استبدادی دقیقاً در چنین نقاطی بوده که دچار فروپاشی شده، نه بر اساس برنامه‌هایی که از قبل میدونستن، پیش‌بینی میکردن، اشراف داشتن، نه همیشه از جای ضربه خوردن که اصلا فکرشو نمیکردن. و هر حال مقاومت امروز در دانشگاه ادامه داره، در جامعه هم ادامه داره و کار حکومت برای اینکه بتونه فضای مورد نظر خودش رو در دانشگاه ها حاکم بکنه یک مأموریت ناممکن هست. این تصور که اونها بتونن جنبش دانشجویی رو به نقطه صفر برسونن یا از عنصر اعتراض و نقادی تهی بکنن، فضای دانشگاه ها رو مدیریت بکنن، مهندسی بکنن، شبه علم رو بر جایگزین علم بکنن، مسیر چهار دهه گذشته نشون میده که این یک رؤیای تعبیر ناشدنی است و توهم بیش نیست. بسیار متشکرم از شما علی افشاری، تحلیلگر امور سیاسی که با ما همراه بودید.